بر شما شنوندگان عزیز، امروز در برنامه زیبایی و تندرستی در کنار خانم دکتر رویا حساد هستیم. ایشان پزشک عمومی با فوق تخصص در زیبایی و جوانسازی، مؤسس مراکز پزشکی جوانسازی و ضد پیری، نویسنده، محقق و سخنران سمینارهای پزشکی هستند. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، ممنونم از وقتی که در اختیار این برنامه گذاشتید. سلام عرض میکنم خانم دکتر عزیز، خیلی ممنون از اینکه مجدداً منو دعوت کردیم به برنامه خوبتون در کنار شنوندگان عزیز. آمادم که در رابطه با این تاپیک کبد چرب امروز با تو صحبت بکنم. به به، چه موضوع خوبی هم انتخاب کردید که خیلی ها در دنیا واقعا گرفتار این کبد چرب هستن به خاطر مسائل مختلف، هم استرس هست که میتونه روش اثر بگذاره، هم تغذیه ناسالم. حالا درسته. شما بیشتر در این مورد توضیح بدید خیلی ممنون میشیم. اصلا کبد چرب چی هست، چند نوع داره و واقعا چجوری میشه تشخیص داد؟ درسته. ببینید، کبد چرب، کبد اصولا دومین ارگان بزرگیه که توکسین هاست، سمومو از بدن دفع میکنه. بنابراین سالم بودن کبد نقش مهمی در سلامت کل بدن انسان داره و در کل الان 25% US population امریکا الان دچار کبد چرب شدن و خیلی توجه دانشمندان و پزشکان رو به خودش جلب کرده، برای اینکه خیلی از علائم که واقعا علتش رو پزشکان نمیدونستن و خیلی علائم گیج کننده بودش، اینا بعد از که بررسی کردن و ریسرچ کردن متوجه شدن که این عاملش، فاوندیشنش این کبد چربه که باعث همه این اتفاقا میشه. حالا کبد اصولا وقتی که بافت طبیعی کبد چربی رسوب میکنه روش و کبد نمیتونه اون فانکشن اتری داشته باشه و سموم و چربی رو دفع بکنه، اصولا این چربی رو رسوب میکنن توی بافت کبد و فانکشن کبد رو کم میکنن و کبد اون الاستیسیتیش از بین میره و بعد از یه مدتی اگر ادامه پیدا کنه باعث اسکار روی کبد میشه که بهش میگن سیروزیس، که در واقع استیج نهاییه که دیگه کبد کاملا فانکشنالیتیش آلموس از دست داده و دیگه راه درمان و راه ریورس شدن اون بافتای کبدی وجود نداره و بعدا دیگه نهایتا برای کاری که پزشکان میتونن انجام بدن و مریض رو ریکامند میکنن پیوند کبده، که اونم خیلی آسون نیستش و مراحل خودش رو داره. حالا علل کبد چرب اصولا یکی از عوامل بزرگ کبد چرب که میگن الکولیک فتی لیدر، مصرف کردن الکلی که خب در جامعه غربی خیلی بالاست و همچنان هم ادامه داره و اگر بتونن جامعه این مصرف الکل رو کنترل بکنن، مخصوصا توی این جنریشن جدید، نیو جنریشن، نسل جوان ما، خب یکی از بزرگترین کارهایی که میتونن برای برطرف کردن و به وجود اومدن این بیماری بکنن. و پس الکل یکی از عواملشه، مصرف یه سری یعنی تغذیه بد در واقع، فست فودا، شوگر بالا، کسایی که اصولا این جانک فودا رو استفاده میکنن، پروسس فودا رو استفاده میکنن، کمبود یه سری ویتامین، از کمبود مصرف یه سری ویتامین و ساپلیمنت مثل فیش اویل، مثل ویتامین دی، کلسیوم، مگنیزیوم، یه سری آنتی اکسیدانا، اینا همه یا محصولات اومگا، تمام اومگا ها، اینا میتونه ریسک چرب، کبد چرب رو زیاد بکنه. یه سری بیماری های اوتوایمیون که خود بیماری های اوتوایمیون میتونن تریگر بشن با کبد چرب و خودشون باعث کبد چرب هم بشن، یعنی ایز لایک دبل افکت. یعنی مثلا شما فکر کنید هاشیموتو تایرویدایتیس، اس ال ای، کانکتیو تیشو دیزیز، یا تمام این
اوتو ایمون دیسوردر که در اثر استرس زیاد ایجاد میشه، خود اینا باعث کبد چرب میشن. حالا خود کبد چرب هم تریگر میکنه اوتومیون دیزیزو و تشدید میکنه و از که ویش سایکل که بیمار رو نهایتا هلتش رو از بین میبره و اون ارگان رو از بین میبره، نهایتا هلت سلامت انسان رو از بین میبره. یه سری داروها، انتای دیپرسنت ها، مازر ریلکسنت ها، یه سری پین مدیکیشن ها، کنترول مدیکیشن ها، بایولوژیکال تاکسین ها، یه سری داروهایی که خودتوری روی لیور اثر میذارن، مثلا حتی داروهایی که ضد کلسترول و ترایگلیسترید هستن، اینا خودشون میتونن افکت بکنن، اثر بذارن روی کبد و کبد چرب بیشتر بکنن. یه سری بیماری های عفونی، هپاتایتیس بی سی، حتی الان موردهای خیلی زیادی در رابطه با کووید دیده شده که افرادی که کووید گرفتن، حالا سری اول یا دوم، اینا رو کبدشون و روی کیسه صفراشون اثر گذاشته و خیلی واقعا undiagnosed abdominal pain and unknown abdominal pain، یعنی درد شکمی دارن و سیستم جهاز هاضمه‌شون به هم ریخته و اینا همش نهایتا میتونه ریسکی کبد چرب رو بالا ببره. حالا وقتی که کبد چرب میشه، حالا چه علائمی داره؟ علائمی که معمولا در واقع رد فلگن و مریضا میتونن بهش توجه بکنن و از سون از که این علائم رو دیدن برن مراجعه کنن به پزشک معالجشون، خشکی دهان زیاده، خشکی زیاد دهانه، بعد خارش زیاد پوسته و لیژنایی که بعدن اینا میتونن اسکلی بشن، یعنی پوسته پوسته بشن، حتی ریز بشن و برآمدگی به حالت سورایتیک پلاک ایجاد میکنن و از یه نقطه شروع میشن و دیگه به همه قسمت‌های بدن پخش میشن. معمولا روی شکم میتونن خیلی زیاد باشن، روی پاها، روی دستا، روی گردن، آپر بک، این قسمت ها میتونه معمولا قسمت هایی یعنی که بیشتر دیده میشن این زایات پوستین. بعد ایزی بروزینگ، کسی که خونریزی سریع دارن روی پوستشون، زیر پوستشون کبود زود میشن، یا که مثلا وقتی که با که بهداشت دهانشون خیلی خوب هستش ولی وقتی مسواک میکنن لثه‌هاشون خونریزی دارن، یا وقتی که مثلا یه جایشون میبره خون دیر برمیاد، خستگی مفرد، زردی پوست، یعنی پوست از اون رنگ طبیعی اون پیک اون صورتی رنگش خارج میشه و یک زردی روی سطح پوست ایجاد میشه، معمولا رو کف دستا خیلی زیاده مشهوده، یعنی و توی اسکلرای چشم روی اون سفیدی چشم زرد میشه و کلن میتونه حالا غیر از این به خاطر اینکه التهاب زیادی در بدن ایجاد میشه، افراد با اینکه ممکنه مثلا بادی مس ایندکسشون پایین باشه، مثلا خیلی چاق نباشن، متوسط باشن یا حتی لاغرندام باشن، ولی they have a lot of bloating و حالت شکمشون ورم داره و چاقی دور شکم هستش و این هم یکی از علائمش هستش. حالا وقتی این علائم رو میبینن مریضا، باید حتما حتما مراجعه بکنن به دکتر پزشک عمومیشون در درجه اول. باید یه پزشک فامیلی فیزیشن مجرب داشته باشن که تشخیص خوب بده، تشخیص درست بده و اصولا بعد از یه کامپریهنسیو اوالویشن و یه آزمایش خون کامل و حتی بعض وقت سونوگرام مجبوریم بکنیم که ببینیم اگه لیور زایاتی داره یا تغییری در استراکچر لیور ایجاد شده یا نه، و حتی گال بلدر سونوگرام انجام میدیم و بعضی وقتا در مواردی که هنوز جواب قطعی رو نگرفتیم حتی باید مجبور میشیم که لیور بایوپسی انجام بدیم. به هر حال در مراحل اولیه یک کامپریهنسیو اوالویشن خیلی واجبه و بعد وقتی که پلوی پزشک معالجشون رفتن، اگر پزشک تشخیص داد، خب بعدن پلوی درماتولوژیست هم میتونن مراجعه بکنن، یا اگر مشکلات گوارشی دارن پلوی متخصص گوارش میتونن مراجعه کنن. در درجه اول باید یک بررسی کامل پلتشون بشه و در درجه دوم اینه که تمام اون
علت هایی که باعث فتی لیور میشه باید اینا ریورس کنن، یعنی دایتشون رو باید کرکت بکنن، آب زیاد باید بخورن، ورزش رو باید زیاد کنن، مصرف آنتی اکسیدان رو باید بالا ببرن، خوابشون رو باید متعادل بکنن و استرس فاکتور رو از توی زندگیشون الیمینیت بکنن، مدیتیشن و یوگا و اکوپانکتور اینا همه خیلی کمک میکنه. و یه سری داروهایی که مصرف میکنن حتما باید زیر نظر پزشک مودیفای بشه و اگر اکسپوز شدن به توکسینا اینا باید محیطشون سیفتی اینا مجر را همه بررسی بشه و تمام این کورکشن را باید انجام بگیره. و نهایتا یه سری خب اگر خارش دارن پوستشون میتونن از یه سری آنتوپروریتیکا استفاده بکنن، از یه سری روشنایی که التهاب رو کم میکنه و اصولا آنتی اینفلاماتوری ها استفاده بکنن. اگر اینا هیچ کدوم اثر نکرد، حالا ما ریکامند میکنیم استروید، تاپیکال استروید هم استفاده میکنیم ولی خیلی مؤثر نیستش. لیست درست کردم از غذاهایی که مضر به شدت و مفیده که میخواستم براتون به کوتاه اشاره بکنم. غذایی که ممنوعه در کبد چرب: شکر، قند، نمک، الکل، سرخ کردنی ها، فست فودا، آجیل، تخمه، تخمه مرغ، زیره، فلفل، دارچین و تمام ادویه‌جات تند و گرم، تنقلات مثل چیپس و پفک و ناچوز و مصرف گوشت قرمز. گوشت قرمز باید خیلی محدود بشه و برنج هم همینجور. ما ایرانی عاشق برنج هم هستیم ولی باید مصرفش واقعا محدود بشه. من ریکامند میکنم افرادی که مشکل دارن واقعا برای یه مدت حتی مثلا برنج رو سبوسدار استفاده بکنن، اونم هفته دو روز یا یک روز و بعد که شرایطشون بهتر شد، این سیمتوماشون که تحت کنترل قرار گرفت، میتونن مثلا کم کم مقدار مصرف برنج رو زیاد بکنن. غذاهای مفید برعکس غذاهای مضر رو صحبت کردیم. غذاهای مفید: سبزیجات، لبو، میوه‌جات، حبوبات، غلات سبوسدار، ماهی، براکلی، گردو، غذای حاوی امگا 3، ویتامین دی، محصولات کم چربی، تا اونجایی که میشه محصولات دیری فود و لبنی رو من معمولا دوست ندارم استفاده کنن. مریضا معمولا این کاری جزو میکنم شیر بادام و شیر نارگل استفاده بکنن، میخوادن که این تمام این لبنیات هم کل ادیتیو و هورمون و اینا هم اضافه میشه بهش. روغن زیتون، کنجد و ذرت و سیر. سیر خیلی آنتی اینفلاماتوری خوبی هستش. این کاریش میکنیم مریضا رو که حتما مقدار زیادی سیر استفاده بکنن در غذاشون. و خان دکتر، خیلی من معتقدم به در این حال که به طب پیشگیری خیلی معتقدم و خیلی معتقدم به هر حال من توی امریکا تخصصم رو گرفتم و فوق تخصصم گرفتم دفنیتلی به I believe in Western medicine، ولی به طب سنتی هم در کنارش معتقدم که اگر افراد زیر نظر پزشکایی که این نالج رو دارن، این اطلاعات رو دارن، این میتونن این تجربه رو دارن که در این حال که طب از پزشک وسترن مدیسین استفاده میکنن، طب سنتی رو کاربرد براش داشته باشن برای برطرف کردن مشکلات مریضاشون، من خیلی تشویق میکنم مریضا رو که این کارو بکنن. و یه سری گیاهایی هستن که بسیار بسیار مفیدن برای بدن، برای سلامت بدن و برای بالانس کردن نورمال فلورای سیستم گوارشی و برای اینکه تاکسین ها رو الیمینیت بکنن و التهاب از روی کبد ببرن. تا حالا اگه دوست داشته باشین توی فرصتی راجبش میتونیم صحبت بکنیم، بگیم که چه این گیاه ها چه خصوصیت هایی دارند و چه نقشی میتونن داشته باشن در سلامت سازی کبد و سیستم گوارشی. حتما، خیلی هم ممنون میشیم. پس خانم دکتر، بیماری کبد چرب قابل درمان هست یا اینکه همیشه دیگه همراه فرد میمونه؟
یعنی حتی اگر با رژیم غذایی، ورزش، این کاری که توصیه کردید، با این کارا میشه جلوشو گرفت یا درمان میشه؟ بله بله، اگر به موقع بهش رسیدگی بشه و افراد به سریع تشخیص داده بشن و به موقع جلوی پیشرفتش رو بگیرن، بله 100%. امکان ریورس شدنش هستش. بله بابا، چقدر به طور کامل و جامع توضیح دادید. واقعا ممنون از این اطلاعات مفیدی که در اختیار شنوندگان ما قرار دادید. خانم دکتر، باعث افتخار جامعه ایرانی هستید و ما هم ازتون ممنونیم که دانش خودتون رو در اختیار ما میگذارید. خیلی متشکرم همچنین از شما، از این پشنی که دارین، این رادیو رو مؤسسش هستین و واقعا نقش بزرگی در جامعه ما برای ترویج دانش و در جهت سلامتی و رشد فکری و به قول معروف سلامتی بدنی انسان افراد جامعه ما هستید. خیلی ممنون از شما همچنین. من ممنون از همکاریتون که افتخار دادید و با ما همکاری میکنید. تا جلسه آینده و گفتگوی دیگر، روز روزگار به شما خوش. متشکرم همچنین به شما.